سلام، من حمیدم و امروز میخوام یه گوشی رو براتون بررسی کنم که خیلیاتون منتظرین بیاد تو بازارو بخرینش و احتمالاً هم میخرینش. Redmi Note 10 Pro که همین الان ارزشمندترین میان رده بازار دنیا لقب گرفته. ولی صبر کنین، اصلا این گوشی اینقدر خوبه؟ تو این ویدیو بهتون میگم. Redmi Note 9 Pro گوشه خیلی خوبی بود، یعنی همین الانش هم هست، ولی Redmi Note 10 Pro یه چیز دیگه است. یعنی با قیمت زیر $300 یه امکاناتی بهتون میده که فقط تو پرچم‌دارا باید پیدا کنید. مثل چی؟ مثل صفحه سوپر امولد 120 هرتزی، مثل دوربین 108 مگاپیکسلی، مثل شارژ سریع 33 واتی. چی میخواین دیگه از میان رده؟ من این گوشی از فروشگاه می مارکت گرفتم که یه فروشگاه مطمئن برای خریدن محصولات شیائومیه. آدرسش رو می‌نویسم اینجا، برید بهشون سر بزنید. یه چیزم در مورد این بسته‌بندیش بهتون بگم. می‌بینید که یکم متفاوته، خیلی مثل بقیه جوای شیائومی ساده و سفید و اینا نیست. این مدلی که ما داریم مدل اسپیشل ادیشنه که تولید محدود هم داره، یعنی تعداد کمی ازش تولید میشه. تفاوتش چیه؟ تفاوتش این لوگوی MFF پشت گوشیه که اولش شاید فکر کنید مخفف فوش خیلی بده، ولی در واقع مخفف می فن فستیواله، یعنی جشنواره طرفدارای شیائومی. بعد فرق دیگه‌ش هم اینه که توی جعبش توی جعبش یه سری استریکر باحال داره، میتونید اینا رو بچسبونید به در دیوار. فقط همین الان بیام بچسبونید بچسبونید. خیلی خوشگل و شیک اینجوری. این رنگ متالیک خوشگل هم اسمش گرادیان برونزیه که به نظر من روی این پنل شیشه ای مات خیلی خوشگل در آمده، ولی نظرم متفاوته. یه سری دوستان میگن خیلی به هر حال شما میتونید انتخاب کنید. رنگ مشکی داره، رنگ آبی هم داره، میتونید اونا رو بخرید. خب بریم سراغ مهمترین ویژگیه Mi Note 10 Pro، یعنی نمایشگر. Redmi Note 10 Pro تنها گوشی زیر 10 تومن بازاره که صفحه سوپر امولد 120 هرتزی داره. هرچی از خوبی این صفحه بگم کم گفتم. توش هرچی نگاه کنید عالی و جذابه. رنگا زنده و عالی هن، کنتراست بی نهایت، رنگ مشکی واقعا مشکیه و زاویه دیدش هم واقعا خوبه. تازه اینا فقط ویژگی صفحه سوپر امولده، حالا شما نرخ رفرش 120 هرتزی هم بهش اضافه کنید. حداکثر روشنایی صفحه‌ش هم تو محیط پرنور میرسه به 750 نیت، یعنی قشنگ تو هر محیطی حتی زیر نور خورشید هم میتونید راحت باهاش کار کنید. خلاصه بخوام بهتون بگم نمایشگر این گوشی در حد پرچم‌دار است. دومین ویژگی مهم Redmi Note 10 Pro دوربینشه که میبینید خیلی هم از بدن زده بیرون. دوربین اصلیش یه سنسور 108 مگاپیکسلی ساخت سامسونگ داره که خیلی خفنه، عکسای خیلی خوبی میگیره، حتی اگه مثل من توی روز ابری و بارونی به این عکاسی. بازه دینامیکی سنسور خیلی بالاست و همه چی رو با جزئیات بالا ثبت میکنه. فقط شیائومی خیلی علاقه داره رنگ سبز رو بکنه تو چشمتون. توی شب حتما از نایت مود استفاده کنید چون عکسای معمولیش اصلا خوب نیستن. می‌بینید که تفاوت عکس معمولی و نایت مود توی شب از زمین تا آسمونه. دوربین اولترا واید 8 مگاپیکسلی گوشی اصلا به پای دوربین اصلی نمیرسه، فقط توی روز میتونید عکسای نسبتا خوبی باهاش بگیرید. نایت مود هم نداره، یعنی توی شب اصلا قابل استفاده نیست. من کلا با دوربین ماکرو مخالفم، میدونید احتمالاً تا الان، ولی دوربین ماکرو 5 مگاپیکسلی Redmi Note 10 Pro بدک نیست. دو تا ویژگی خوب داره، یکی اینکه فوکوس خودکار داره، دومیش اینکه تله ماکرو، یعنی لازم نیست خیلی بچسبیم به سوژه. تو نور کافی هم عکساش بدک نیست. دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی گوشی هم فرقی با نسل قبل نکرده، یعنی به همون اندازه خوبه. عکس سلفی واقعا خوبن، چهره جزئیات بالا داره، پس زمینه هم خراب نمیشه. حالا یکم افکت بیوتی هم به تصویر اضافه کنین تا دیگه سلفیاتون اون چیزی باشه که میخواین یا میخوان. پورترا هم با هر دو تا دوربین سلفی و اصلی خیلی خوبن، خیلی طبیعی به نظر میرسن، خطای محسوسی هم ندارن، یعنی میشه واقعا جزو بهترین پورترای دنیای موبایل توی میان رده ها در نظرشون گرفت.
ردمی نوت 10 پرو اندروید 11 و میایه 12 داره که باش قشنگ آشنایی دیگه، خیلی توضیح در موردش نمیدم، میتونید به بررسی رو توی سایت بخونید. فقط دو تا ویژگی خوب داره، یکی این که با صفحه سوپر امولد دارک مودش خیلی جذابه، یکی دیگه این که نمایشگر همیشه روشن داره. حالا بعضی دوستان میان تو اینستاگرام میگن که چرا میگی نمایشگر همیشه روشنش همیشه روشن نیست؟ بیاید این Redmi Note 10 Pro منو Always On Displayش، اینم گوشی من که پوکو شیائومیه، اینم همین منو، این Always On Display، اینم همین، این نحوه نمایشش، این گزینه Always که تو گوشی من هست و اینجا فقط همون 10 ثانیه رو داره. Almost Always On Display. Not so always on display. اما اون چیزی که باعث میشه میای 12 روی Redmi Note 10 Pro جذابتر باشه صفحه 120 هرتزیه و اون چیزی که تضمین میکنه همه چی روانتر اجرا بشه سخت افزار قوی گوشیه. نسل قبل چیپست اسنپدراگون 720G داشت، الان یکم پیشرفته‌تر شدیم، شدیم 732G که با 6 یا 8 گیگرم یه ترکیب خیلی خوب برای استفاده روزمره و تا حدی هم گیمینگه. این مدت که با گوشی کار کردم اصلا ندیدم لگ بزنه، خیلی روون کار میکنه. اکثر بازیارم بجز آسفالت 9 طبعا خوب و نرخ فریم خوب اجرا میکنه، حتی میتونید کال آف دیوتی موبایل رو با بالاترین تنظیمات گرافیکی و نرخ فریم بالا اجرا کنین، داغم نمیکنه، قشنگ میتونید یه ساعت بتل رویال بزنید. این تاچ سمپلینگ 240 هرتزی صفحه نمایشش هم توی بازی خیلی کمکتون میکنه. باتری 5020 میلی آمپر ساعتی گوشی هم رو حالت 120 هرتزی قشنگ یک روز کامل جواب میده. اگه بذارینش رو 60 هرتزی میتونید یه روز و نیم ازش کار بکشین، ولی خب احتمالاً شما مثل من این کارو نمیکنید. در مورد سرعت شارژش هم باید بگم عالیه، یعنی با این شارژر گردن کلفت توی جعبه و این کابل مخصوصش توی نیم ساعت 50% و توی 80 دقیقه هم فول شارژ میشه. خب مهمترین ویژگی های Redmi Note 10 Pro بهتون گفتم، یه سری جزئیات مونده که الان بهشون اشاره میکنم. گوشی در کل خیلی خوش دسته، خیلی با کیفیته، از نسل قبلم بهتره چون 16 گرم سبکتر شده. بعد گواهی IP53 داره، یعنی تا حدودی در برابر آب و قطرات و بارون و اینا مقاومه. اسپیکر استریوش دقیقا مثل Redmi Note 10، یعنی خوبه ولی عالی نیست. جک هدفون هم داره این بالا ولی هدفون تو جعبه نداره و اینکه حافظه داخلش هم میتونید با کارت حافظه افزایش بدین، درگاه کارت حافظه‌اش هم اختصاصی، یعنی دو تا سیم کارت میخوره یه دونه کارت حافظه. Redmi Note 10 Pro با 3 تا ویژگی اصلی، یعنی نمایشگر سوپر امولد 120 هرتزی، دوربین اصلی 108 مگاپیکسلی و شارژ سریع 33 واتی میتونه خیلی راحت پرفروش‌ترین میان رده زیر 10 تومان بازار ما باشه. واقعا هم یه گوشی حرفه‌ای، یعنی اسمش بهش میاد. حتی اون قسمت پرو رو میگم، اون قسمت نوت رو من نمیدونم اصلا چرا شیائومی اسم این سری رو گذاشته نوت. در کل به نظر من از A52 A72 بهتره. درست از A52 5G به اون 12 تومن قیمتشه، این زیر 10 تومنه. قوی ترین گوشی میان رده بازار نیست، مثلا ما پوکو X3 پرو داریم با چیپست اسنپدراگون 860 یا ابرقدرتی برای خودش، ولی تو این رده قیمتی شما هیچ گوشی رو پیدا نمی‌کنید که صفحه سوپر امولد 120 هرتزی داشته باشه و دوربین اصلی 108 مگاپیکسلی. فقط برای خریدنش عجله نکنین، یکم صبر کنین، احتمالاً وقتی خیلی بیاد تو بازار قیمتش هم متعادل‌تر بشه. الان 9.9 اینا قیمتشه، احتمالاً اگر اتفاق خاصی نیفته و بلایی سرمون نیاد تا 8-8.5 اینا هم بیاد پایین قیمتش. مرسی که این ویدیو رو تا آخر دیدین. مثل همیشه اگر از یوتیوب ویدیو رو میبینین لایک و سابسکرایب یادتون نره، بخش کامنت هم در اختیار شماست کامل. به این کوروش بگین سلبریتی ناراحت نشه، نظراتتون هم با من در میون بذارین. تا ویدیو بعدی.